سلام. مسیر تحولات، شتاب رخدادها، اخبار، اظهار نظرها، تیک تاک و نگاهی به پیامدها و چشم‌اندازها. برنامه‌های امروز: سنگین‌ترین فشارهای جهانی، ربیعی از سخت‌ترین روزهای نظام می‌گوید. مقاومت ایران و افشاگری‌های گسترده برای تحریم و فشار بیشتر. نقض حقوق بشر مردم ایران یکی از پهنه‌های این فعالیت‌ها. بررسی در گفتگو با خانم فریده کریمی، عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران. نظام ولایت حکم تعقیب و دستگیری می‌دهد. قاتلان حاج قاسم باید در دادگاه ولایت حاضر شوند. بازارهای نفت جهان دچار تلاطم می‌شوند. کاخ سفید می‌لرزد. حکم جلب رئیس جمهور آمریکا و 35 تن دیگر توسط ناجا و قضاییه رئیسی. در بخش داخل پرانتز، آلمان قانون پناهندگی در اروپا را به چالش می‌کشد. توافقنامه دوبلین و ناکارایی کنونی. ایتالیا، یونان و دروازه ورود پناهجویان. بررسی این موضوع و موضوعات دیگر در بخش نگاهی به رسانه‌های جهان. گرانی بیداد می‌کند. قیمت مسکن شتابان، از سقف آپارتمان‌ها هم بالاتر می‌رود. بهای لوازم خانگی ترمز می‌برد. برنج با افزایش 130% از بسیاری سفره‌ها خداحافظی می‌کند. گرانی و کمر خم شده مردم زیر آن. بررسی در گفتگوی سیاسی اجتماعی. شما برنامه تیک تاک رو دنبال می‌کنید. یکی از بحران‌های شدیدی که این روزها در حال خرد کردن استخوان‌های رژیم ولایت فقیه، تحریم‌های شدید و سنگینی هست که به گفته مقامات خود رژیم امروز آثار تخریبی تحریم بی سابقه و آثار و علائم به حرکت درآوردن جریان‌های ناامن کننده داخل کشور رو هم ما داریم مشاهده می‌کنیم. از سوی بدخواهان کشورمون ما یک وضعیت بی سابقه ای رو در این دوره تاریخی داریم. اما این تحریم‌های سنگین که سخنگوی دولت روحانی اینطور ازش میناله، خود به خود علیه رژیم اعمال نشده، چون تا بوده سیاست‌های جهانی در راستای مماشات با رژیم، فرستادن کیک و کلت و انجیل و بعد هم برجام و فرستادن میلیاردها دلار پول نقد با هواپیما برای رژیم بوده. اما اونچه که این معادله رو تا این حد علیه رژیم چرخوند، افشاگری ها و فعالیت های بیوقفه مجاهدین و مقاومت ایران در زمینه های مختلف بود، از جمله افشای بیدریغ نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران توسط رژیم هست. در این قسمت از برنامه خانم فریده کریمی، عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، همراه ما هستند تا گوشه ای از فعالیت‌های مقاومت ایران برای افشای نقض حقوق بشر مردم ایران توسط رژیم در مجامع جهانی رو برامون توضیح بدن. ابتدا می‌خواستم خدمت شما سلام بکنم و تشکر کنم از شرکتتون در برنامه امروزمون. ما به تازگی شاهد این هستیم که موضوع حقوق بشر به میزان خیلی زیاد و غیر قابل مقایسه با قبل در مواضع دولت‌های غربی جا پیدا کرده و خیلی از دولت مردان در موضع‌گیری‌های خودشون در مورد رژیم آخوندی به این موضوع اشاره می‌کنند. سوال اینه که این تغییر ناشی از چی هست؟ سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز.
کاملا نکته به جایی رو مطرح کردین، چون در واقع منم به یاد ندارم هیچ زمانی مثل به طور خاص سال گذشته اگر بخوایم دراز مدت تر ببینیم که کشورهای اروپایی به طور خاص و سایر کشورها نقص حقوق بشر تو ایران را به این میزان بتونن بیان بکنن. نکته که گفتین خیلی بجاست، اصلا تصادفی نیست، این ماحصل ساعت‌ها کار طاقت فرساییه که اشرف نشان‌ها اعضای مقاومت و تمامی سازمان به طور کلی بخوام بگم در همین رابطه فعالیت کردن. از هر فعالیتی که شما بخواهین بگین در این رابطه موثر بوده. برای من خیلی جالب بود این در واقع دوران همین ماجرای ویروس کرونا. بله. که من خودم سایت های مختلف رو چک می کردم، می دیدم به طور واقعی تک تک فعالیت های ما به گاهی اوقات میشه گفت تنها فعالیت هاییه که ما میتونیم مشاهده بکنیم در دنیای مجازی در رابطه با نقض حقوق بشر و افشاگری هایی که تو این رابطه انجام میشه. دستاورد ها بسیار قابل توجه بوده. برای اینکه خوب بتونیم این میزان تغییر و تحول رو متوجه بشیم باید به چند اتفاق جدی حقوق بشری یا در واقع باید گفت تحولاتی که این مدت انجام شده نگاه بکنیم. تو همین رابطه من میخوام به دو موضوع که در واقع سال گذشته به طور خاص بسیار مطرح بود انگوش بذارم و توضیح بدم. یکی مسئله اون چیزی که به اصطلاح در واقع بنومنالیش میگن یو پی آر در واقع رژیم که امسال نوبتش بود بعد از 5 سال. بله. و همچنین اجلاس شورای حقوق بشر و فعالیت هایی که تو این رابطه انجام شد. من خیلی تلاش میکنم با توجه به ضیق وقتی که داریم خلاصه تر این موضوع رو توضیح بدم. یو پی آر سیستمیه که رژیم روش خیلی سرمایه گذاری کرده، در واقع به این اعتبار که نمیدونم بخوام بگم حیله های خودش رو توی این رابطه به کار میبره و مطرح میکنه که درسته با ارگان های مختلف سازمان ملل کار نمیکنه ولی با یو پی آر داره کار میکنه. این ادعای رژیمه. بنابراین توی این رابطه بسیار فعالیت مقاومت قابل توجه بود و به نظر من تأثیرات خودش رو توی این همین رابطه خیلی خوب نشون داد، به خاطر اینکه خب رژیم خیلی از در واقع یک سال قبل فعالیتش رو شروع کرد که کشورها رو قانع بکنه که در این رابطه داره فعالیت میکنه، همکاری میکنه و بتونه در واقع مقدار زیادی از فعالیت هایی که مقاومت انجام داده بود و خونسا بکنه. ولی نتیجه بسیار عالی بود، در واقع باید بخوام بگم که یکی از بهترین نتیجه ها بود، چون در سال 2014 که رژیم دفعه قبل برای دومین بار بررسی شده بود، سیستم یو پی آر اینجوریه که وقتی کشوری وضع حقوق بشر خیلی بده میان کشورهای دیگه بهش توصیه میکنن، سیستمش این مدلیه. به طور معمول کشورهایی که روال معمولی دارن مثل رژیم نیستن در پیشنهاد ها هولوش 70-80 تاست، در واقع میان بهشون توصیه میکنن به این پیمان جهانی یا به این کنوانسیون در رابطه با مسائل مختلفی که وجود داره بیاییم بپیوندیم. سال 2014 رژیم 291 پیشنهاد بشده بود. امسال که بررسی شد با فعالیت هایی که در واقع مقاومت ایران از خیلی وقت قبل به طور گسترده انجام داده بود و جامعه مدنی ایران به طور کلی تأثیرات خودشو داشت، 329 توصیه به رژیم انجام شد که فکر میکنم تقریبا یکی از بالاترین رقمهایی که من تا به حال مشاهده کردم. یعنی همچین کشوری در واقع باید بگم من برخورد نداشتم، ندیدم. البته رژیم فعالیت های خودشو میکنه، در واقع حیله های خودشو اینجا هم به کار میبره، چون بقیه کشورها خیلی ساده میان میگن ما این تعداد رو قبول میکنیم، این تعداد رو قبول نمیکنیم. رژیم میاد میگه که من این تعداد رو قبول میکنم، این تعداد رو
با شرط قبول میکنم. اصلا همچی چیزی وجود خارجی نداره، شرط نداره. بالاخره با کنوانسیون نقض شکنجه متعهد میشی یا نمیشی، دیگه دو حالت سومی وجود نداره. بنابراین هر دفعه بخوام بهتون بگم پروسه رژیم طولانی تر از بقیه کشورها میشه و روال معمول رو معمولا طی نمی کنه به همین علت. ولی علی رغم این خوشبختانه خیلی خوب برگزار شد. من اشاره می کنم به نکته که فکر می کنم خیلی جای تأمل داره، گزارش جاوید رحمان بود به اجلاس شورای حقوق بشر. گزارش جاوید رحمان برای اولین بار، چون می دونین گزارشگرا به طور معمول یک سابقه حقوق بشری دارن، آقای جاوید رحمان برخلاف در واقع خانم اسما جهانگیر که قبلش گزارشگر اعدام بود و با شرایط ایران کاملا اشراف داشت، آقای جاوید رحمان از دانشگاه به این سمت انتخاب شدن، در واقع آکادمیک هستند و اینقدر به پروسه های طی شده اشراف نداشتن. بنابراین مسیری که خود آقای جاوید رحمان این مدت طی کردن خیلی قابل توجه. گزارش آخرشون در رابطه با وضعیت زندان هاست که من واقعا توصیه میکنم حتما بینندگان عزیز عنایت کافی رو به این گزارش داشته باشن و در مجامع مختلف در کارهای مختلف حتما این گزارش رو ارائه بدن، چون به خوبی وضعیت زندان ها و مشکلاتی که برای هموطنانمون، برای افرادی که خودتون میدونید به بهانه های مختلف و به بهانه های واهی دستگیر میشن و به زندان برده میشن، مشکلاتی که برای اونا به وجود میاد و خیلی خوب تو این گزارش مقداریش، البته چون اینقدر وضعیت حقوق بشر تو ایران وخیم هست که هیچ وقت امکان نداره، هیچ کس نمیتونه بگه ادعا بکنه که همه ابعاد توضیح داده، مقداری از این واقعیت ها رو خیلی خوب تو گزارششون آوردن و به همین علت هم در اجلاس شورای حقوق بشر که این موضوع بررسی شد، برای اولین بار در طی سالهای گذشته، یعنی از سال 2006 که اجلاس شورای حقوق بشر شروع به کار کرد، من یاد ندارم هیچ زمانی به اندازه امسال کشورها متمرکز و غنی در واقع سخنرانی های قوی علیه رژیم و در رابطه با نقض حقوق بشر انجام بدن. 19 تا کشور اگه اشتباه نکنم در این رابطه صحبت کردن، سخنرانی ها بسیار قابل توجه و هیچ وقت سابقه نداشت این میزان کشور بتونن همزمان با هم و در یک اجلاس در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران صحبت بکنن. امیدوارم که تونسته باشم تا حدودی سوال شما رو پاسخ داده باشم. بله، فقط می‌خواستم در صورت امکان خیلی فشرده آخرین اقدامات و فعالیت‌های مجاهدین و مقاومت ایران برای احقاق حقوق بشر مردم رو هم، مردم ایران رو در مجامع جهانی برامون خیلی فشرده بفرمایید. ابعاد مختلفی میشه این رابطه رو توضیح داد، چون به طور واقعی من فکر می‌کنم هر فعالیتی که ما در هر کجا انجام میدیم قسمتش نقض بیان نقض حقوق بشره، ولی اون قسمتی که خود من بیشتر اشراف دارم و میتونم براتون توضیح بدم، همین الان در واقع به اشراف رسوندن ارگان‌های مختلف و کشورها و میسیون‌های کشورهای مختلف، میسیون‌هایی که توی سازمان ملل فعالیت می‌کنن در رابطه با نقض حقوق بشر، یک کار مستمر و در واقع باید گفت بدون مستمر در واقع در حال انجام هست، از طریق آگاهی رسوندن و به اشراف رسوندن اونهاست. همچنین باید اشاره بکنم به خود آقای جاوید رحمان، چون نکته قابل توجه در رابطه با وضع ایران اینه که آقای جاوید رحمان همین الان مشغول، فکر میکنم حتی گزارششون باید تموم کرده باشن، گزارششون رو دارن آماده میکنن و آخرین مراحلشون رو که به مجمع عمومی ارائه میدن.
این گزارش در ماه اکتبر مورد بررسی قرار میگیره، ولی این در ماه ژوئن بسته میشه و تحویل داده میشه. همچنین باید اشاره بکنم به فعالیت‌های گسترده‌ای که از طریق ملاقات‌ها در این رابطه انجام شد. یعنی عدد شاید من خیلی خوب نتونم بگم سرجم، ولی مثلا بی اقرا هلوهوش 100 ملاقات مختلف با کشورهای کشورهایی که در شورای حقوق بشر حضور دارن و در این رابطه فعالیت میکنن انجام شد، که ماحصلش در واقع این سخنرانی ها و قسمتیش در واقع این سخنرانی ها و همچنین یو پی آر بود. چون هیچ کدوم اینا بیدلیل نیست، در واقع باید بگم که هر کدوم از این اتفاقاتی که انجام میشه، حتی تو گزارش آقای جاوید رحمان، ماحصل ساعتها کار، اطلاع رسونی و اخبار رو به موقع به دست اونا رسوندن هست. همین الان خودتون بهتر میدونید رژیم بسیار فعال ادعا میکنه که اعدام ها رو کم کرده، ولی اصلا اینجوری نیست. یکی از بالاترین ارقام اعدام همین الان تو ایران داره انجام میشه. بله. در ماه گذشته بیش از 100 اعدام انجام شده. اعدام ملأ عام داشتیم، اعدام کودکان، نوجوانان داشتیم. پس بنابراین همه اینا اتفاق تو ایران میفته، ولی مهم مطلع کردن جوامع بین‌المللی و آگاهی رسوندن به اونها از طریق ملاقات ها، ارسال، برخورد کردن و افشاگری هایی که مستمری که مقاومت داره این مدت انجام میده. من در همین رابطه واقعا جا داره از این فرصت استفاده بکنم و از تمامی اشرف نشان ها در همین رابطه و قبل از همه در واقع از تک خواهران و برادرانم در اشرف سه تشکر جدی بکنم، چون بدون اینها امکان پذیر نبود. این نتیجه فقط محصول فعالیت‌های مستمر و طاقت فرسایی که تک تک اونا انجام میدن. بله، خیلی خیلی تشکر می‌کنم از شما خانم فریده کریمی، عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، که در این برنامه همراه ما بودید و به سوالاتمون پاسخ دادید. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.